فرمانده پلیس در ولایت فرا تاکید می‌کند که دشمنان مردم افغانستان نمی‌توانند با ترور نظامیان برجسته کشور به خواسته‌های خود برسند. از سوی هم شهروندان فرا تاکید می‌کنند که دولت باید عاملین اصلی حمله بر جان فرمانده کندهار را شناسایی و مجازات کند. این گزارش را همکارم خوشحال زلان در ولایت فرا فرستاده است. فضل احمد شیرزاد فرمانده پلیس فرا حمله بر جان فرمانده پلیس کندهار را کار دشمنان مردم افغانستان می‌داند. او تأکید می‌کند که جنرال عبدالرازق مربوط به تمام افغانستان بود. به باور آقای شیرزاد دشمنان افغانستان نمی‌توانند با از بین بردن نظامیان برجسته کشور به خواست خود برسند. رسب کرمان هم در جنرال عبدالرازق او در ملی امنیت محترم رئیس در کندهار حسین خیل صاحب دوی تشه رفته هم یو دیر روی خلا ده افغانستان ده پولیس ده پاره ده مخلق بوتون ده پاره ده کرونه ته صبر غواړو ده ته جنتی فردوس غواړو. عالمان دینی و بزرگان قومی فرا میگویند دولت پاکستان همواره در جریان مداخلهاش در افغانستان شخصیت‌های برجسته و دلیر افغانستان را مورد هدف قرار دادند و از این طریق در تلاش عقب ماندگی افغانستانند. اما به گفته آنان در افغانستان ده‌ها میلیون انسان زندگی می‌کند و این کشور را به پاکستان نخواهند سپرد. جنرال عبدالرزاق ولی په جبار قهرمان باندې بدغه خلق بعد ختم کرد دیگه بوده پروژه این شرف افغانستان که دیر دغش شجاع و با غیرت و با همت و وطن دوست و سپیتی دیگه پر اسلام و پر قرآن و پر پر خواهر مهین خلق نور هم وجود داری دای با خالی نپاده کردی اب دکندار پر اولس در رخ چه جنرال صاحب یو جنرال تاسی ملت ورسره واست تاسی اولس ورسره واست وستم چه هر سره بس مش خبریر جی جنرال صاحب رو در جانشین هده دکندار پر ملت در رخ کن در همین حال باشنده های فرا تاکید می کنند که باید دولت عاملین اصلی و کسانی که سازماندهی حمله بر فرمانده پیشین کندهار را به دوش داشتند شناسایی و بازداشت کنند. داشت نمی افغانستان تپریه شوید کارمان چه نو نموش نن در پرا پا ولایت که در پرا پا مزی جمعی که در پرا پا ولایت که مر پاتانی ولی و این در حالی است که به گفته باشنده های فرا این ولایت نیز هر روز شاهد حملات مخالفین مسلح دولت است که تلفات سنگینی را در پی دارد.